یک مطلبی هست دائم رایج شده به صورت کلیشه و ما بدونی که بدانیم حقیقتا این موضوع از کجا آمده است و برای چه آمده است ما به کار میبریم، و اون این که آقا به عقاید دیگران بایستی احترام گذاشت. آقا به عقاید دیگران شما حق ندارید راجع به عقاید دیگران. ببینید واقعا این دارای پایه و اساس هست، این استدلال صحیح هست یا این یک مش مغالطه است؟ و اون کسی که گفت به عقاید دیگران احترام بگذارید به کدام عقیده و در کجا بایستی احترام گذارید؟ در همین آمریکایی که ما زندگی میکنیم یک عده هستن به اینا میگن KKK کوکلوکس کلانز. اینها عقیده من هستن که باعث این سیاه ها رو کشت و نژادهای دیگر رو بیرون کرد از این مملکت و اساسا از بین برد. اینا طرفداران برتری نژاد سفید مسیحی هستن. خب این عقیده است باعث به اینا احترام گذاشت. هر یک کیکی دیدیم اژدهای بزرگ که رؤسای اینها رو همین نام ها می نامند، اژدهای بزرگ گراند دراگون، تعظیم کنیم آقا ما به شما عقاید شما احترام میذاریم. یا یه عده ما داشتیم اینا موسکوویچ بودن، عجیب علاقه به موسکو داشتن. من نمیدونم این تهران رو 1,000,000 موسکو هم دوست نداشتن، موسکو هم نایده بودن. اینا عقیده شون عرض کنم که مدون بود، اساس نامه داشتن، مرام نامه داشتن، گفتن ایران باید بشه جزء یه رعیت روسی باید بشه ایرانی. خب تقدیم ما چی بوده؟ احترام بذاریم به این عقاید، احترام بذاریم. شما اگه 300 سال پیش میرفتید در اغلب جاهای گیتی میگفتید آقا عقیده عموم بود خب که آقا بهترین طرز معالجه طاعون چیست؟ میگو آقا بهترین طرز معالجه این عقیده بود دیگه، این هست که طاعونیا رو جمع کنیم، قاذورات ماده الاغ به دورش جمع کنیم، آتش بزنیم. این عقیده عموم بود، احترام بگذاریم به این. ماجرای جنگ دوم از اونجا شد که یک گروه آمدن در آلمان، اینا ابتدا 8 نفر بودن، یه آقای به نام درکسلر بنیانگذارش بود، بعد یه آقای به نام هیتلر آمد و شد نفر نهم، و اینها عقیدمند بودن، فیلسوف هم داشتن اتفاقا. یه آقای روزنبرگی بود که فیلسوف اینها بود که ما بایستی نژاد آریایی رو توسعه بدهیم و سایر نژادها اسیر این نژاد بشوند. یهودی ها هم بایستی از روی زمین، یهودی ها و اسلاف ها اینا رو بایستی تمام کشت از میان برد. این روسیه شوروی هم بایستی که ما جمعیتش از گرسنگی بکشیم، فقط مقدار برده که لازم داریم از اینها نگهداری کنیم، احترام بگذاریم به این عقیده. 50,000 تا فقط تانک در این کشور ساخته شد، بیشتر 2 برابرش در انگلیس ساخته شد، چندین برابرش در جاهای دیگه ساخته شدن، شاید بیشتر از 400,000 تا تانک ساخته شد که این با این عقیده جنگ بشود. احترام بذاریم عقیده دیگر، احترام بذاریم. بیست هزار خلبان آمریکایی فقط اسیر همینا شده بود که زده بودن هواپیما رو. ببین 20,000 خلبان، ببین چند تا هواپیما رو زدن که 20,000 تا خلبان اسیر داشتن اینا در جنگ دوم. یا برمیگردیم به همین داستان اسلام عزیز که امروز مایه ادبار و بدبختی شده از اسلام حکومتی در ایران. نگاه کنیم یک کسی آمده است گفته است من پیغمبرم در همین مکه. اعراب بر عقاید دیگر بودن، اینها یه تعداد زیادی بت داشتن در جاهای مختلف، از کنند در خانه کعبه، در مناطق دیگر اینها معابدی داشتن. اینها ایشان آمد گفت آقا بیان عرض کنم که به این الله مشرف شید به اسلام و الله رو احترام کنید، بگوید الله اکبر، یعنی الله از بقیه بزرگتره. یعنی از چی بزرگتر؟ از بقیه بتا دیگه. نه گوش نکردن. خب ایشون احترام که نذاشت به عقاید اینا که رفتن تشریف بردن مدینه، لشکر جمع کردن، آمدن به زور شمشیر اینا رو تسلیم کردن، معابد اینا رو خراب کردن، اسلام عزیز رو استوار کردن. چه احترامی نذاشتن به عقاید کسی؟ یا اگر اساس جهان بر احترام به عقاید دیگران بود، ما هنوز سوار الاغ بودیم و گاری، هیچ کاری هم نکرده بودیم. امروز نازی بودن قدغنه، به جهت اینکه آلمان نازی زدایی شده است. اینها بر سر قدرت بودن، نشان دادن که
چه جنایاتی میکنند. بنابراین این برای جامعه و جهان مضر است، دیگر نبایستی باشد. غیر قانونی است نازی بودن. این داستان بر جایی است در یک محیط دموکراتیک که قانون از همه حمایت میکند، چنانچه سخنی راهگشا باشد، غیر اخلاقی نباشد، غیر قانونی نباشد، ضد بشری نباشد، واقعا نمیدونم حقوق بشر مخایر نباشد، بایستی تحمل کرد البته و احترام گذاشت. حتی من فکر میکنم احترام هم نباید گذاشت، بی احترامی نباید کرد. دلیل نداره که هر کس هر عقیده داشت بنده تعظیم کنم بشه آقا به خاطر عقیده ما شما احترام میکنیم، نه، بی احترامی نیست. این آخوندهای ما، اینها 30 سال از قدرت در دست اینهاست. قرار بود دست اسلام ناب محمدی رو اینها بیاورند و در این جامعه عرض کنم به کار بگیرن. حکومت عدل علی، اینم قانون اساسیشون. من فکر میکنم که این کشور ما بایستی دی آخوندفای بشه، یعنی آخوندزدائی بشه بعد از صحنه قدرت، البته فراموش نکن، و هرگز به مذهب اجازه قدرت در صحنه دولت نباید، این کار غیر قانونی اعلام بشه. ما به چه چیز جمهوری اسلامی واسه احترام بگذاریم؟ کجاش محترم هست؟ یک اندیشه ضد بشر هر شبت که با دروغ و ترفند و سیاهکاری و شعبده اینا آمدن ملتی رو اسیر کردن به منتها درجه حقارت، یعنی به اسفل السافلین درجات حقارت رسوندن، و اینها بایستی جوابش رو در آینده بدهند. مانند نازی ها که نازی بودن در آلمان غیر قانونی است، یک روزی بشه که شاید آخوند بودن هم جرم بشود، یعنی این عبا و عما و اینها بایستی جرم بشود. این همه آخوند جنایتکار که در مملکت ما بودن، اینا نشان دادن که ذهنیت اینها چیست. بنابراین این ذهنیت برای بشر خطرناک است، نه تنها برای ایران، بایستی باید مبارزه بشه. و تا اونجایی که به این مسائل دینی مربوط هست و احکام منبعث از دین، که اینها یک احکام بسیار بسیار عقب مانده است و کاملا ارتجایی و پوسیده است، اینها در طول تاریخ هیچ کس جرأت این نکرد که آقا این اشتباهه، آقا این با عقل سازگاری نداره، این برده فروشی کار خوبی نیست، این برده فروشی کار خوبی نیست. هیچ کس جرأت نکرد. گفتم خدمتتون زمان همین میزاقاسی و اینها انگلیس ها آمدن به دولت ایران که آقا این برده فروشی نباشه. گفت نه خیر، شرع مقدس ما میگوید ما باید برده فروشی کنیم، ما میخوایم برده فروشی کنیم، چون برده ها رو که میگیریم میاریم اینا رو به اسلام مشرف میکنیم، تعداد مسلمین اضافه میشه، آقا بر مؤمنین اضافه میشه، از کفار کم میشه. اینها هر شبت که کسی نیامد اینها رو نقد بکند، موارد فقهیش رو، همین آقای سانعی که دیروز اینجا داشت مثلا رگ انسانیش به حرکت آمده که دفاع بکند از عدالت قرآن، میگفت کافر حق ندارد، کافر اما حق ندارد، یعنی این آقا برای انسان حق قائل نیست. این آقای آیت الله العظمی میگوید کافر هیچ حقی ندارد. این آقا آمده قانون نویس شد، یا نوع این آقا که حالا خوبشه. بنابراین توجه داشته باشیم که این مغلطه رو به کار نبریم لطفا. به عقاید دیگران باستی احترام و اصلا اعتقاد ندارم به این حرف، با بعضی عقاید باید جنگید، بعضی اوقات لازمش بحث و استدلال هست، بعض اوقات ممکن است باید دست بکنیم از کنم زیر خاک این تفنگ‌های قدیمی رو بیرون بکشیم، باش مبارزه بکنیم، جنگ بکنیم با بعض عقاید. احترام بگذاریم. چه چیز رو احترام؟ شما چیز محترم به ما نشون بدیم، معیار برای محترم بودن چه چیزیست؟ چه چیز رو ما میگوییم محترم؟